شهرداری تهران بیلبوردی نصب کرد و جوانان انقلابی رو که چشمان خودشون رو از دست دادند با وقاحت دروغگو معرفی کرده. اغلب این جوانان که در قیام 1401 از نایه چشم مصدوم شدند نسبت به این توهین شرم‌آور واکنش داشتند و در فضای مجازی نیز به طور گسترده انعکاس منفی به همراه داشت. خانم نیلوفر آقایی، کارشناس مامایی که در اعتراضات پاییز گذشته در مقابل ساختمان نظام پزشکی هدف گلوله پینتبال قرار گرفت و یک چشمش رو از دست داد، به بیلبورد شهرداری تهران واکنش نشون داد. پست ایشون مورد توجه زیادی از طرف کاربران فضای مجازی قرار گرفت. کاربری با نشون دادن وضعیت فعلی چشم خود که افشاگر اقدام ننگالود شهرداری می‌نویسه: جنگ دیر زمانی است شروع شده و تو چگونه انکار می‌کنی؟ به زودی نوبت تو هم فرا خواهد رسید. این است قدرت صدای چشم‌ها. کاربر بعدی به زیبایی چشم از دست رفته رو به چشمی که بینا می کند تشبیه کرده و می نویسه: چشمی که بینا می کند. واکنش نیلوفر آقایی از معترضانی که یک چشم خود را از دست داده به بیلبورد نصب شده شهرداری تهران. نیلوفر آقایی با زدن ضربه به پروتزی که به عنوان چشم مصنوعی در صورتش کار گذاشته شده، جمله بیلبورد شهرداری رو تکرار کرد و گفت: البته که در دروغگویان خیری نهفته نیست. آره دیدی، خدا رو شکر یه ماه خوده یه چشم درآوردم. مطمئن مشغله زیاد نذاشت که من این دروغو فاش نکنم، که حواسم باشه این چشمو نشون ندم. مطمئن نمیدونم چشم جدید چه صدا میده. البته که در دروغگویان خیلی نهفته نیست، این آویزه گوشمون کردیم. اما دیگه ببخشید یادم رفته بود خبر بدم چشم رو بردم. کاربر بعدی به قلب موضوع اشاره میکنه که اگرچه چشمی نابینا شده ولی جامعه‌ای بینا شده و مینویسه: فراموش نمیکنیم چشمایی که در راه بینایی جامعه نابینا شد. نیلوفر دروغگو نبود، دروغگو شما این. نیلوفر آقایی به بیلبورد شهرداری تهران واکنش نشان داد. نیلوفر گفت: یک ماه است که چشم درآوردم، اما نمیدانم چرا چشم جدیدم صدا میدهد. چشمای نابینا شده جوانان ایران به فریاد تبدیل شده. بیان کاربر آخر ماست که می نویسه: اینجا ایران است، جایی که چشمها فریاد می کشند.